سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه. با حل سوالات امتحان نهایی خرداد 98 در خدمتتونم. سوال اول، در جای خالی گزینه مناسب داخل پرانتز رو انتخاب کنید. گفته تابع ایکس به علاوه یک به توان 3 در دامنه تعریف خودش صعودیه یا نزولیه. دقت کنید، یک تابع درجه 3 داریم، رفتارش دقیقا شبیه تابع درجه 3 است، فقط یه دونه انتقال پیدا کرده سمت چپ، پس رفتارش از نظر صعودی و نزولی بودن تغییری نمیکنه. اگر بخوام شکل رو هم رسم کنم، همون تابع درجه 3 هست که یکی انتقال پیدا کرده سمت چپ و تابع توی دامنش یه صعودیه. هرچه خروج از مرکز یک بیزی کوچیکتر باشه، اون بیزی ما به دایره نزدیکتره و هرچی بزرگتر باشه بیزی تر میشه شکل ما، پس میشه کوچکتر. دو پیش آمدی که با هم رخ ندن، یعنی دو تا پیش آمدی که هیچ اشتراکی ندارن و بهشون میگن پیش آمدهای ناسازگار. سوال دو صحیح و غلط رو میخواد. خواهد ببینه کدوم عبارت صحیح و کدوم غلط. قسمت الف، دو تا تابع به من داده و گفته وارون یکدیگر. کافیه وارون یکیشون رو به دست بیاریم و ببینیم شبیه اون یکی میشه یا نه. من میام وارون جی ایکس رو به دست میارم. خب برای اینکه وارون جی ایکس رو به دست بیارم، اول باید تابع رو بر حسب جی ایکس یا بر حسب خروجی مرتب کنم و بعد از اون جای ورودی خروجی رو عوض کنم. خب برای اینکه بر حسب جی مرتب کنم، اول منفی 3 رو میارم اون سمت، میشه جی ایکس به علاوه 3 برابر با منفی 7/2 ایکس. خب دقت کنید، اینجا ایکس بر 2 تقسیم شده، پس 2 میاد این سمت، ضرب میشه در کل عبارتم. 2 رو در تک تک اینا ضرب کنیم، داریم 2 تا جی ایکس به علاوه 6 برابر با منفی 7 ایکس. ایکس در منفی 7 ضرب شده، منفی 7 که بیاد این سمت تقسیم میشه، یا میتونم بگم کل عبارت رو برای یک منفی 7 تقسیم میکنم. تقسیم کنم به این فرم در میاد. من منفیش رو هم پشت کسر میذارم. ببینید منفی وقتی برای مخرج باشه یا برای کل صورت باشه میتونید برید پشت کسر تا مشاهده کنید که کاملا شبیه اف ایکس میشه. حالا اینجا دیگه فقط باید جای ایکس و جی ایکس رو هم عوض کنم و مشاهده میکنید که شبیه اف ایکس میشه، پس این عبارت درسته. قسمت ب گفته دوره تناوب تانژانت برابر با 2 پی. غلطه، دوره تناوب تانژانت برابر با پی هست. سوال 3، تابع اف و جی رو داده و از من دامنه جی او اف یا همون جی اف ایکس رو میخواد و گفته دامنه رو با استفاده از تعریف به دست بیارید. دقت کنید، دامنه جی او اف تعریفش چی میشه؟ شما باید ایکس هاتون عضو دامنه اف باشن، چون ایکس ورودی تابع اف هست، پس ایکس عضو دامنه اف، به طوری که حالا ورودی جی چی میشه؟ ورودی جی من اف ایکس هست، پس باید اف ایکس هم عضو دامنه جی باشه. حالا اگر به جای جی او اف اف او جی داشته باشیم، اینا برعکس میشه، یعنی ایکس عضو دامنه جی میشه به طوری که جی ایکس عضو دامنه اف باشه. دقت بفرمایید. خب حالا اول باید بیام دامنه اف رو حساب کنم. دامنه اف چیه؟ اف من رادیکالیه، ما میدونیم رادیکالی که فرجه زوجه باید زیرش بزرگتر مساویه با صفر بشه، پس برای اینکه دامنه رو حساب کنم زیر رادیکال رو بزرگتر مساویه با صفر میذارم و از اینجا دارم x بزرگتر مساویه با 4. پس قسمت سمت چپ که x عضو دامنه f هست، x ها میشه چی؟ x های بزرگتر مساویه با 4، یعنی از 4 بسته تا مثبت بی نهایت، به طوری که fx باید عضو دامنه g باشه. بیاین دامنه g رو حساب کنید. اول جی من کسریه، دامنش میشه همه جا به جز جایی که مخرج صفر میشه.
خب میخوام ببینم کجا مخرج صفر میشه. x2 منهای 1 رو مساویه با صفر میذارم، از اینجا x2 میشه 1 و x میشه مثبت و منفی 1. خب دقت کنید، الان دیگه به جای x های g چی نشسته؟ fx نشسته. خب دامنه g میشه همه جا به جز جایی که x من مثبت و منفی 1. یا میتونم به این صورت نشون بدم که دامنه g میشه x مخالف با مثبت و منفی 1. خب الان که به جای x های من fx نشسته، پس باید بگم fx باید مخالف با مثبت و منفی 1 باشه. fx چیه؟ رادیکال x منهای 4 که باید مخالف مثبت و منفی 1 باشه. خب این سمت رو هم حل میکنم تا x هام محدوده x هام به دست بیاد. شما در آخر محدوده x رو میخواید. بعد از اینکه محدوده x این سمت رو هم حساب کردم، باید این دو طرف رو اشتراکش رو بگیرم و دامنه g و f به دست بیاد. خب اولا دقت کنید، رادیکال که فرجه زوجه که همیشه مخالف عدد منفی هست، پس این رادیکال x منهای 4 مخالف با منفی 1 کلا باید مخالف منفی 1 باشه و برقرار باشه. با توجه به اینکه این برام همیشه قرار مثبت باشه، چون رادیکالی که فرجه زوجه همیشه مثبته، پس این رابطه همیشه برقرار هست. پس بریم سراغ این که رادیکال x منهای 4 باید مخالف با 1 باشه. دو طرف رو به توان 2 میرسونم، از دی رادیکال میاد بیرون، x منهای 4 مخالف با 1، 1 به توان 2 میشه 1، و از اینجا دارم x مخالف با منفی 4 بره اون بر با 1 جمع میشه، میشه 5. پس در نهایت داریم از 4 تا مثبت بی نهایت به طوری که x مخالف با 5 باشه. خب از 4 تا مثبت بی نهایت قرار 5 تو این بازه نباشه، پس باید بگیم از 4 بسته تا 5 باز اجتماعش با 5 باز تا مثبت بی نهایت، و جواب ما به دست میاد. سوال 4 از من میخواد که با استفاده از نمودار fx، این نموداری که من داده، نمودار 1/2 f4x رو رسم کنم. دقت کنید، زمانی که میخواید با انتقال یک نمودار رو رسم کنید، اول بیاید نقاطی که براتون ورودی و خروجیش مشخص هست، یعنی x و y رو دارید، پیدا کنید. مثلا روی این شکل نقاطی که ورودی و خروجی برای من مشخص هست، یکی منفی 4 و 0، بعدی 0 و 2 هست، بعدی 3 و 2 هست، و در نهایت 4 و 0. خب حالا بیای ببینید چه اتفاقهایی سر x و y اومده. همون اتفاقهایی که سر x و y اومده، سر x هر اتفاق اومده برعکسش، و سر y هر بلایی اومده خودش به صورت مستقیم، روی ورودی و خروجیاتون، روی x و yاتون اعمال کنید. دقت کنید، x هم ضرب در 4 شدن، ما هر بلای سر x بیاد برعکسش رو انجام میدیم، پس تمام این ورودی ها یا x های ما یا طولای ما باید تقسیم بر 4 بشن، و از طرفی کل fx در 1/2 ضرب شده، یعنی خروجی هم در 1/2 ضرب شدن، بلا سر y مستقیمه، پس تمام y این نقطه ها باید در 1/2 یا تمام عرضشون باید در 1/2 ضرب بشه. ضرب در 1/2 یعنی همون تقسیم بر 2. خب تغییرات رو اعمال میکنم، ورودی هم تقسیم بر 4 میشن، میشه منفی 1، خروجی تقسیم بر 2 میشه 0، تقسیم بر هر عددی خب همون 0، 0 تقسیم بر 2 میشه 1، تقسیم بر 4 میشه 3 4، و تقسیم بر 2 میشه 1، تقسیم بر 4 میشه 1، تقسیم بر 2 میشه 0. حالا نقاط جدیدم رو میام روی نمودار نشون میدم، و بعد همون شکلی که اینجا وصل شده منم به هم وصل میکنم. منفی 1 و 0 و 1، 3/4 و 1. اگر اینجا رو 1 بگیرم 3/4 میشه اینجا.
یک و صفر. حالا به همون صورتی که تابع اولی هم هست اینا رو هم به هم وصل میکنم و تابع من کشیده شد. حالا یه خورده کجه، شما حتما بهتر بکشید. حالا اگر هم دامنه رو از من خواست که دیگه دامنه یه تابع جدید هم مشخصه، چه از منفی یک تا یک بسته. سال پنج مقادیر ماکسیموم و مینیموم تابع یک منهای دو تا سینوس منفی پی سوم ایکس رو از من میخواد. دقت کنی من دوره تناوب رو ازتون نخواسته ولی حسابش میکنم براتون، چون ممکنه که توی امتحان رو هم ازتون بخواد. سینوس یا کوسینوس بی ایکس، سینوس یا کوسینوس بی ایکس دوره تناوبش میشه دو پی به روی بی، قدر بی. خب الان بی من منفی پی سوم، قدرش میشه پی سوم، پس دوره تناوب میشه دو پی به روی پی سوم. پی با پی میره دو سه تا میشه شیش تا و دوره تناوب من شیش هست. خب مینیموم ماکسیموم چیه؟ ضریب سینوس یا کوسینوس آ هست و این عددی که جمع میشه اینجا یا حالا کم میشه میشه سی. خب مینیموم و ماکسیموم در تابه های آ سینوس بی ایکس به علاوه سی یا حالا آ کوسینوس بی ایکس به علاوه سی، ماکسیموم من میشه قدر آ به علاوه سی، مینیموم من میشه منفی قدر آ به علاوه سی. پس ماکسیموم هست قدر آ، قدر آ میشه دو به علاوه سی که یک هست میشه سه، و مینیموم من میشه منفی قدر آ که میشه منفی دو به علاوه سی که میشه منفی یک. قسمت ب یه معادله مثلثاتی به من داده و جوابهای کلیشو میخواد. دقت کنید وقتی که معادله دارید شما باید متغیرهاتون شبیه به هم باشه و بعد معادله رو حل کنید. الان من کوسینوس دو آلفا دارم و سینوس آلفا، باید یکی از اینا رو به دیگری تبدیل کنم. کوسینوس دو آلفا باید فرمولش رو بلد باشید، توی کتاب هم ذکر شده، از جمله فرمول های مهم هست. میشه یک منهای دو تا سینوس دو آلفا، پس کوسینوس دو آلفا بر حسب سینوس آلفا میشه یک منهای دو تا سینوس دو آلفا. پس توی معادله به جای کوسینوس دو آلفا عبارت مقابل رو یا عبارتی که باش مساوی هست رو میذارم، میشه یک منهای دو تا سینوس دو آلفا منهای سینوس آلفا. دقت کنید این مثبت یک این سمت با این سمت میره برابر با صفر. خب حالا اگر به ترتیب توان بزرگ به کوچیک مرتب کنم میشه منفی دو تا سینوس دو آلفا منهای سینوس آلفا به علاوه یک مساوی با صفر. دقت کنید شما الان یک معادله درجه دو دارید که سینوس معادل همون ایکستون هست، یعنی در واقع داریم منفی دو ایکس و منهای ایکس به علاوه یک، پس متغیر ما اینجا به جای ایکس سینوسه. خب این الان میشه آ توی معادله درجه دو ضریب سینوس بی که منفی یکه میشه بی و این هست سی. همینجوریم از راه دلتا حلش کنیم. دلتا چی بود؟ من یه یادآوری میکنم، بی به توان دو منهای چهار آ سی که بعد از اون ریشه هامون میشدن منفی بی به علاوه منهای رادیکال دلتا به روی دو آ، که حالا اینجا به جای ایکس باید سینوس آلفا بذارید دیگه، شما دارید سینوس آلفا رو حساب میکنید. یا اینکه میتونم بگم جمع آب، هر موقع جمع آب و سی برابر میشه با بی، در این صورت یکی از جوابهای من میشه منفی یک و یکی دیگه از جوابها میشه منفی سی به روی آ. منفی سی میشه منفی یک به روی منفی دو که میشه یک دوم. خب زمانی که سینوس آلفا منفی یکه، دقت کنید سینوس کجا منفی یکه؟ این قسمت. جوابهای من میشه چی؟ آلفا میشه دو کاپی، اینجا دو کاپی هست دیگه، منهای پی دوم
و زمانی که سینوس آلفا برابر شده با یک دوم، چه زاویه سینوسش یک دوم پیشی شو. دقت کنید، وقتی که سینوس آلفا برابر باشه با سینوس بتا، در این صورت آلفا چی میشه؟ آلفا میشه دو کاپیه به علاوه بتا، یا دو کاپیه به علاوه یک پیه منهای بتا. خب الان بتای من چیه؟ سینوس چند درجه میشه؟ یک دوم سینوس پیشیشم. در واقع بتای من پیشیشمه. پس از اینجا دارم آلفا برابر با دو کاپیه به علاوه بتا که همون پیشیشمه، و همینطور دو کا به علاوه یک پیه منهای بتا که همون پیشیشم هست. سوال بعدی، حد توابع زیر رو از من میخواد در صورت وجود داشته. دقت کنید، تو قسمت الف براکت دارم، حتما باید تکلیف براکت مشخص بشه. خب چجوری تکلیف براکت رو مشخص کنم؟ با جایگذاری. دقت کنید، میگه x میره به سمت صفر چپ، یعنی یه مقداری که یه خورده از صفر کمتره، یه عدد منفی نزدیک به صفر، مثلا منفی 1000 رو. در هر صورت یه عددیه که بین صفر و منفی 1. عددی که بین صفر و منفی 1 براکتش میشه چی؟ براکتش میشه منفی 1. خب بروی سینوس x لیمیتش رو یادم نره بذارم، x بره به سمت صفر چپ. خب الان تکلیف براکت مشخص شد، باید حد این عبارت رو به دست بیارم. من اگر صفر رو جایگذاری کنم میشه منفی 1 بروی صفر. هر موقع مخرج من صفر میشه باید تکلیف این صفر مشخص بشه. صفرم چون صفر صفر حدیه، اگر صفر مطلق باشه که کلا تعریف نشده است، ما داریم راجع به حد صحبت میکنیم. حالا باید بدونم این مخرج من که یه عددی نزدیک به صفره، جوابش عدد مثبت نزدیک به صفره یا عدد منفی نزدیک به صفره. دقت کنید، اگر این دایره مثلثاتی باشه، از صفر کمتر یعنی اینجا صفر درجه اینجاست، یه خود از صفر کمتر میشه اینجا، که در این صورت سینوس من جوابش چیه؟ یه عددی نزدیک به صفر، اما چی؟ اما در قسمت منفی ها، اینجا سینوس منفیه، پس جواب میشه منفی 1 به روی صفر کمتر، یعنی یه عددی که نزدیک به صفر ولی از سمت منفی ها. ما میدونیم عدد به روی صفر حدی میشه بی نهایت. حالا باید علامت بی نهایت هم مشخص بشه، منفی بر منفی میشه مثبت بی نهایت. برای قسمت ب دقت کنید، اول جایگذاری رو انجام میدم، به جای x میذارم 1، میشه 1 منهای 1 به روی صفر در 3، جواب میشه 0 0. حتما اینو انجام بدید. باید رفع ابهام کنم، عامل صفر شونده چیه؟ x منهای 1. باید x منهای 1 رو پیدا کنم توی صورت مخرج و ساده کنم. قبل از اینکه بخواید عامل صفر شونده رو بیرون بیارید، باید اول این رادیکال رو از بین ببرید. چجوری؟ وقتی رادیکالم فرجش زوجه میام در مزدوجش ضرب میکنم و به کمک اتحاد مزدوج رادیکال از بین میبرم. اگر فرج 3 بود میام از اتحاد چاق و لاغر کمک میگیرم. خب برای اینکه اون رادیکال رو از بین ببرم و بعد بتونم عامل صفر شونده رو بیرون بکشم، باید صورت و مخرج رو در مزدوج x منهای رادیکال x که میشه x به علاوه رادیکال x ضرب کنم. مخرج هم که خودش رو مینویسم در x به علاوه رادیکال x. حواستون باشه نیاد این دوتا رو ضرب کنید، این دیگه خودش کارتون رو ساده کرده و عامل صفر شونده رو بیرون کشیده. نیاد ضرب کنید بعد بخواید تجزیه کنید وقتی که x میره به سمت 1. خب من این دوتا رو در هم ضرب کنم چی میشه؟ اتحاد مزدوجه، میشه x به توان 2 منهای x به روی این مخرجه. خب لیمیت یادتون نره، x هم میره به سمت 1. حالا فعلا من فقط رادیکال رو از بین بردم، حالا باید برم سراغ عامل صفر شونده. توی مخرج که خود عامل صفر شونده جدا شده و برای ما حاضر آماده هست، توی صورت باید از یه x فاکتور بگیرم میمونه چی؟ x منهای 1 به روی x منهای 1 در x به علاوه 2 در x به علاوه رادیکال x، لیمیت
x بره به سمت یک. خب این x منهای یک صورت با x منهای یک مخرج میره، عامل صفر شونده از بین رفت، دیگه میتونم جایگذاری کنم، به جای x میذارم یک، صورت یک، یک به علاوه دو سه، ضرب دره یک به علاوه یک دو، سه دوتا شیشتا و جواب هم میشه یک شیشو. سوال بعدی گفته با استفاده از نمودار fx حدای خواسته شده رو به دست بیارید. لیمیت fx وقتی که x میره به سمت مثبت بی‌نهایت. ببینید وقتی x همون داره میره به سمت مثبت بی‌نهایت، تابع من مقدار خروجی من داره به چی نزدیک میشه؟ داره به خط y مساوی با منفی دو نزدیک میشه. پس جواب میشه منفی دو. x میره به سمت منفی یک راست. من دارم از سمت راست به منفی یک چی میشم؟ نزدیک میشم. خروجی من در این حالت داره میره، معذرت میخوام، خروجی من در این حالت داره به چی نزدیک میشه؟ به مثبت بی نهایت. سال بعدی مشتق این تابع رو در نقطه‌ای به طول منفی یک با استفاده از تعریف مشتق میخوام. تعریف مشتق چی بود؟ لیمیت اف ایکس منهای اف آ به روی ایکس منهای آ وقتی که ایکس میره به سمت آ. الان آ من چیه؟ منفی یک هست. پس داریم لیمیت اف ایکس هست ایکس منهای دو منهای اف آ. اف منفی یک چی میشه؟ منفی یک رو جایگذاری کنم، منفی یک به توان سه منفی یک، منهای دو میشه منفی سه. منهای منهای سه دقت داشته باشید که میشه به علاوه سه. به روی ایکس منهای منهای یک که میشه به علاوه یک وقتی که ایکس میره به سمت منفی یک. جایگذاری اگر کنم، اولا سه منهای دو میشه یک، مثبت یک، پس دارم ایکس به علاوه یک. جایگذاری کنم میشه صفر صفر رو. باید رفع ابهام کنم. چجوری؟ داریم لیمیت، باید عامل صفر شونده رو بکشم بیرون. عامل صفر شونده من وقتی ایکس میره به سمت منفی یک هست ایکس به علاوه یک. خب صورت دارم ایکس به علاوه یک اتحاد چیه؟ چاق و لاغر. جذر سوم ایکس میشه ایکس، جذر سوم یک میشه یک. چاق رو از روی لاغر میسازم میشه جمله اول به توان دو. وقتی اینجا به علاوه است منهای ضرب این دوتا جمله به علاوه جمله دوم به توان دو. به روی x به علاوه یک، x به علاوه یک با x به علاوه یک میره، عامل صفر شونده از بین رفت. حالا منفی یک رو جایگذاری میکنم، منفی یک به توان دو میشه یک، منفی منفی یک هم میشه یک، این هم که یکه. سه تا یکی میشه سه تا. سوال بعدی گفته این تابع رو در نظر بگیرید، نشان بدید اف پریم صفر موجود نیست. برای که من مشتق نشون بدم یه مشتقی توی یه نقطه وجود نداره، اولا شرایط مشتق پذیری یه نقطه چیه؟ اولا باید تابع در اون نقطه پیوسته باشه، ثانیا مشتق پذیر باشه، یعنی مشتق راست و چپش با هم برابر باشه. خب من الان یه تابع چند ضابطه‌ای دارم که صفر نقطه مرزیشه. بیایم پیوستگیش رو بررسی کنیم. اگر بخوام حد تابع رو حساب کنم، وقتی که x میره به سمت صفر چپ میشه ضابطه باله، صفر رو جایگذاری کنم جواب میشه منفی یک. حد راست صفر رو هم حساب کنم توی پایینی باید بذارم، بازم جواب میشه منفی یک. مقدار تابع هم که متعلق به همین ضابطه پایینه جایگذاری کنم میشه منفی یک. پس از نظر پیوستگی مشکلی نداره. باید برم سراغ این که ببینم شرط مشتق پذیر رو داره یا نه، یعنی مشتق راست با مشتق چپ در این تابع توی نقطه صفر برابر هست یا نیست. باید از تعریف مشتق استفاده کنم. میگیم که لیمیت، خب میخوام مشتق چپ رو در نقطه صفر حساب کنم، پس x میره به سمت صفر چپ یا صفر کمتر. خب لیمیت f x منهای f صفر، f x هم برای صفر کمتر ضابطه بالاست، 2x منهای 1 منهای اف صفر، اف صفر شد منفی یک دیگه، منفی منفی یک که میشه مثبت یک. به روی ایکس منهای صفر که اون صفر رو دیگه نیازی نیست بنویسیم. خب منفی یک با مثبت یک میره میشه دو ایکس به روی ایکس، لیمیت یادم نره ایکس میره به سمت صفر از چپ.
خب x با x میره جواب میشه 2. یه بارم مشتق رو برای صفر بیشتر حساب میکنم. خب باز میشه fx منهای fsf، اما کدوم ثابته؟ ثابته پایینی که برای x های بزرگتر مساوی با صفره، میشه x2 منهای 1. دوباره fsf رو اینجا بخوام حساب کنم میشه منفی 1 منهای 1 میشه مثبت 1 بروی x منهای 0 که نیازی نیست اون 0 رو بنویسم، برابر با لیمیت مثبت 1 با منفی 1 میره x2 بروی x وقتی که x میره به سمت 0 راست. خب x رو تقسیم بر x میشه x، جایگذاری کنم میشه 0. این دوتا با هم برابر نیستن، یعنی چی؟ یعنی می نویسم f فریم راست 0 برابر نیست با f فریم چپ 0، در نتیجه تابع در این نقطه مشتق ناپذیره. قسمت B میگه ضابطه یه تابع مشتق رو بنویسید. بالا داریم 2x منهای 1، پایین داریم x رو منهای 1. برای اینکه ضابطه رو بنویسم جدا جدا از هر ضابطه مشتق میگم. بالا با 2x منهای 1 مشتق 2x میشه 2، مشتق منفی 1 هم که میشه 0. پایین بود x2 منهای 1 مشتق x2 میشه 2x، مشتق منفی 1 هم میشه 0. برای x های کمتر از 0، برای x های بیشتر مساوی با 0. قسمت بعدی میگه نمودار f فریم رو رسم کنید. خب برای اینکه نمودار F فریم رو رسم کنم محورهای مختصات رو رسم میکنم. اینجا میدونید دیگه طول، اینجا عرضه. خب برای X های کمتر از 0 همیشه خروجی من 2. خب اینجا 0، برای کمتر از 0 خروجی من همیشه 2 هست. نقطه 0 و 2 هم برای ضابطه بالای نقطه تو خالیه. برای X های بزرگتر مساوی با 0 2X. اگر میخواید حالا دقیقا رسم کنید دقیقا کنید میتونید نقطه بدید. خب نقطه مرزی رو حتما باید بدید. صفر بدم میشه صفر، تو پرم هست. یک بدم چون مثلا ایکس بزرگتر از صفر، باید یه عدد بزرگتر از صفر بدید. یک بدم میشه دو و برای ایکس های بزرگتر از صفر به این فرم تابع مشتق هم رسم میشه. سوال 9 گفته مشتق توابع زیر رو به دست بیارید. ساده کردن هم الزامی نیست. دقت کنید. زمانی که یک عبارتی به توان میرسه بیاید عبارت رو بگیرید یو. یعنی الان fx میشه یو به توان 5. مشتق یو به توان n، مشتق یو به توان n میشود n تا یو به توان n منهای 1 ضرب در یو پری. خب الان n من چنده؟ 5. پس مشتق یو به توان 5 میشه 5 تا یو به توان 4، یعنی x 4 منهای 3x به توان 4 ضرب در یو پریم، یعنی مشتق این عبارت. من حالا ادامهش رو این پایین می‌نویسم. ضرب در مشتق این عبارت رو میگیرم، مشتق x 4 میشه 3x، ببخشید 4x، مشتق x 4 میشه 4x، مشتق منفی 3x هم میشه منفی 3. برای قسمت B مشتق gx رو از من میخواد. gx یک تابع کسریه، مشتق تابع کسری میشه چی؟ مشتق صورت ضرب در خود مخرج منهای مشتق مخرج ضرب در خود صورت به روی مخرج به توان 2. خب مشتق رادیکال x میشه 1 به روی 2 رادیکال x ضرب در خود مخرج 1 منهای x منهای مشتق مخرج که میشه منفی 1، مشتق 1 0، مشتق منفی x میشه منفی 1 در خود صورت به روی مخرج به توان 2. سال بعدی معادله حرکت رو به من داده بر حسب متر. گفته در چه زمانی سرعت لحظه‌ای با سرعت متوسط در بازه 0 تا 4 برابر میشه. سرعت متوسط میشه چی؟ سرعت متوسط تو بازه A تا B میشه FB منهای FA به روی B منهای A. پس
سرعت متوسط من توی بازه 0 تا 4 میشه F4 منهای F0 به روی 4 منهای 0. خب F4 چی میشه؟ 4 به توان 2 16، 16 تا 2 تا میشه 32 تا، منهای 4 میشه 28. F0 رو هم میشه 0 جایی گذاری کنم، این هم که داریم 4، 28 تقسیم بر 4 میشه 7. حالا میگه تو چه لحظه ای، تو چه زمانی سرعت لحظه ای من برابر با 7؟ سرعت لحظه ای چیه؟ مشتق این تابه رو باید بگیریم و حالا سرعت لحظه ای تو هر نقطه ای رو میخوایم باید یه مشتق رو بگیریم و بعد اون نقطه رو جایگذاری کنیم، اون زمان رو جایگذاری کنیم. الان زمان رو از من میخواد به شرط اینکه مشتق سرعت لحظه ای من بشه 7. میام مشتق تابه رو حساب میکنم مساوی با 7 میذارم. خب مشتق تی دو میشه 2 تی، یه دو هم پشت سرش از ضرب میشه، میشه 4 تی منهای مشتق تی هم که میشه 1 برابر با 7. خب کافی معادله رو حل کنم، تی به دست میاد، منفی 1 میره اونور جمع میشه، میشه 8. پس تی میشه 8 به روی 4 یعنی 2. در لحظه 2 ثانیه سرعت لحظه من با سرعت متوسط توی بازه برابر. سوال بعدی گفته اگر این تابع دارای ماکسیموم نسبی در x مساوی با 1 باشد و مقدار ماکسیموم اونم 7، مقادیر A و B رو بیارید. دقت کنید وقتی یک تابع چند جمله‌ای دارید و بهتون میگه که اکسترموم نسبی داره، حالا یا ماکسیموم یا مینیموم، تابع چند جمله‌ای تابعیه که همه جا پیوسته و مشتق پذیره. خب پس اگر قرار باشه یک نقطه اکسترموم نسبی داشته باشه، اون نقطه اکسترموم جاییه که مشتقش صفره. اکسترموم نسبی تعریفش چیه؟ جایی که مشتق صفره یا مشتق وجود نداره، به شرط اینکه قبل و بعد از اون مشتق تابع مشتق من تغییر علامت داشته باشه. خب پس چون یه تابع چند جمله‌ای دارم و این نقطه اکسترموم نسبیشه یا ماکسیموم نسبیشه، یعنی مشتق این تابع تو نقطه 1 باید صفر باشه. پس F'1 من برابر با صفره. مشتق تابع رو میگیرم، مشتق x2 میشه 2x در a ضرب میشه، میشه 2ax به علاوه یه مشتق bx هم میشه b برابر با صفر زمانی که x هم چنده؟ 1. به جای x میذارم 1، 2 1 میشه 2 تا، 2a به علاوه b شده 0. خب این از نکته بعدی میگه مقدار ماکسیموم نسبی من 7، یعنی من یه نقطه دارم که ورودیش 1 خروجیش 7. خب این نقطه متعلق به این تابع است دیگه، یعنی اگر x و y این نقطه رو، طول عرض این نقطه رو به جای x و y تابع بذارم، به جای ورودی خروجی تابع بذارم، باید دو طرف معادله برقرار باشه و این دو طرف با هم برابر بشن. در واقع باید این نقطه در این معادله، در این تابع چی بشه؟ صدق کنه. خب پس میام به جای ورودیام 1 میذارم، خروجی من که fx 7 و معادله رو حل میکنم، میشه a 1 به توان 2 میشه همون 1، a 1 a تا و علاوه b 1 هم که میشه b. خب الان دو تا معادله دارم و دو مجهول زیر هم مینویسم، من از طریق دستگاه معادله خط حل میکنم، a به علاوه b برابر با 7. کافیه یکی از اینها رو قرینه کنم، من میام معادله پایین رو قرینه میکنم، میشه منفی a منفی b منفی 7. خب مثبت b با منفی b میره، دو آ منهای آ میشه یه آ، صفر منهای هفت هم میشه منفی هفت. آ رو دارم توی یکی جای گذاری میکنم، بی به دست میاد توی پایینی، منفی هفت به علاوه یه بی شده هفت، پس بی میشود 14. آ و بی به دست. سال بعدی اکسترموم های مطلق این تابع رو تو بازه منفی 1 تا 3 از من میخواد. دقت کنید اکسترموم های مشتق که میخوایم به دست بریم، اول نقاط بحرانی رو به دست بریم. گفتیم نقاط بحرانی جاییه که مشتق یا صفر یا وجود نداره. خب چون تابمون چند جمله یه، پس نقطه بحرانی من میشه اونجایی که مشتق من صفره و بعد از اون ابتدا و انتهای بازه هم جزء این نقاط حساب میشن. خب بعد از اینکه نقاط بحرانی رو حساب کردم، میام تک تک این نقاط رو در تابه جایگذاری میکنم تا خروجیاش برای من به دست بیاد. خروجی رو که به دست آوردم مقایسه میکنم، ببینم کدوم مقدار بیشتر و کدوم کمترین مقدار رو به من میده. خب پس قدم اول اینه که مشتق تابع رو بگیرم،
مساویه با صفر بذارم. مشتق تابع میشه، مشتق x میشه 3x2، در این 2 ضرب میشه میشه 6x2، مشتق x میشه 2x در 3 ضرب میشه میشه 6x، منهای 12 مساویه با صفر. میتونم همه اینا رو برای 6 تقسیم کنم، x2 به علاوه x منهای 2 برابر با صفر. خب همیشونم از طریق اتحاد یک جمله مشترک حلش کنم، همین که میتونم بگم جمع ضرایب میشه صفر، پس یکی از ریشه های یکه، یکیش هم سی آومل یعنی منفی 2، در نتیجه یکی از ریشه های یکه، یکی از ریشه ها سی آوم یا منفی 2. اگر هم خواستید از طریق اتحاد برید، دو تا عدد میخواد که جمعش بشه یک ضربش بشه منفی 2، میشه مثبت 2 و منفی 1. باز از اینجا هم یکی از ریشه هاتون میشه یک، یکیش میشه منفی 2. خب اگر که به من بازه نداده بود و مثلا اکسترموم نسبی رو از من میخواست، بعد از این مرحله میرم جدول تعیین علامت رو برای تابع مشتقم رسم میکنم و تعیین علامت میکنم و با توجه به این به اون متوجه میشم که کدوم ماکسیموم و کدوم مینیموم نسبیه. اما الان به من بازه داره و اکسترموم مطلق رو میخواد. خب دقت کنید، منفی 2 جزء این بازه نیست، پس این دیگه برای من غیر قابل قبوله. حالا کافیه که بیام مقدارهای تابع رو به ازای x مساوی با 1، x مساوی با منفی 1 و x مساوی با 3 به دست بیارم. میتونم یه جدول بکشم، اینجا x ها رو بذارم، اینجا هم y ها رو بذارم. خب منفی 1، 1 و 3 خروجی هاش رو پیدا کنم. خب اگر x رو بدم منفی 1، جواب من میشه چی؟ منفی 1 به توارس منفی 1 میشه منفی 2، به علاوه 3 میشه 1، به علاوه 12 میشه 13. اگر 1 بدم میشه 5، منهای 12 میشه منفی 7. اگر 3 بدم میشه 3 27 تا 2 تا 54 به علاوه 27 81، منهای 36 میشه 45. خب بیشترین مقدار متعلق به این نقطه است، پس 3 و 45 میشه نقطه ماکسیموم مطلق من و کمترین مقدار مربوط به این نقطه است، پس نقطه مینیموم مطلق من میشه 1 و منفی 7. سوال 13 گفته ورقه مورفلزی مربعی شکل به طول ضلع 1 متر داریم. یه ورقه فلزی مربعی شکل داریم به طول ضلع 1 متر. میخواییم از چهار گوشه آن مربعهای کوچکی به ضلع x برش بدیم. از چهار تا گوشه مربعهای کوچکی به ضلع x برش بدیم. حالا بعد اینا هم اندازه باشن. خب این x و به همین ترتیب اینا رو داریم. خب آنها رو کنار بگذاریم، سپس لبه جعبه را به اندازه x برمیگردونیم تا یک جعبه در باز داشته باشیم. یه جعبه به این صورت داریم، اینا x هستن. خب اگر اینجا رو بگیرم L، اینها هم L هستن. میگه مقدار x چقدر باشه تا حجم جعبه حداکثر باشه. بهینه سازی داریم. برای بهینه‌سازی اول تابع هدفمون رو می‌نویسیم. اینجا تابع هدف من حجم این جعبه است. خب حجم جعبه چی میشه؟ میشه طول ضرب در عرض ضرب در ارتفاع، ال ضرب در ال میشه ال به توان 2 ضرب در x. حالا باید تابع هدف من بر حسب یک متغیر مرتب بشه. چه جوری؟ باید ببینم این دوتا متغیر با هم چه رابطه‌ای دارن. حال گفته طول ضلع مربع 1 هست، یعنی 2 تا x به علاوه l میشه 1، پس دارم 2 تا x به علاوه l برابر با 1. ما از اینجا l به دست میاد 1 منهای 2x، چون در نهایت میخوام x هم حساب کنم، بهتره که بر حسب x مرتب بشه و کلا تابع هدف من بر حسب x نوشته بشه. پس v x میشه چی؟ 1 منهای 2x به توان 2 ضرب در x. حالا برای اینکه نقطه ماکسیموم رو به دست بیارم، باید یه از این مشتق بگیرم، تعیین علامت کنم و ببینم کجا نقطه ماکسیموم برای من به دست میاد. برای اینکه مشتق این تابع رو حساب کنم، بهتر اول بیام
نیرو به توان دو برسونم و بعد در یک سر کنم خیلی راحت تر بشه مشتق گرفت. خب اتحاد مربع یک به توان دو یک در x میشه x، دو برابر اولی در دومه میشه منفی 4x، در x میشه منفی 4x، دو 2x هم به توان دو میشه 4x، دو در x میشه 4x 3. حالا میام از این مشتق میگیرم میشه 12، به ترتیب از توان بزرگ دارم مشتق میگیرم، 12x2 منهای 8x به علاوه 1 مساوی با 0. خب باید بیام اینو تعیین علامت کنم، یعنی باید اول ریشه ها رو پیدا کنم. ریشه ها رو از چه طریقی پیدا میکنم؟ از طریق دلتا. دلتا میشه چی؟ b2 یعنی 64 منهای 4 آسی منهای 4 تا 12 تا که میشه 48 تا. پس دلتای من هست b2 یعنی 64 منهای 48 که میشه 16. خب پس ریشه های من یا جواب های من میشه چی؟ منفی b یعنی 8 به علاوه و منهای رادیکال دلتا که میشه 4 به روی 2 تا a، 2 تا 12 تا 24 تا. خب یکی از جواب هام 8 برای 4 12 تقسیم برای 24 یک دومه، یکی از جواب هام 8 منهای 4 میشه 2 تقسیم برای ببخشید میشه 4 تقسیم برای 24 میشه 1 ششم. خب دقت کنیم اگر جدول تعیین علامت رو بکشید، خب دو تا ریشه داریم، بین دو ریشه میشه مخالف، این سمت اون سمت میشه موافق و از جدول مشخص میشه که موافق ضریب x2 مشخص میشه که یک شیشم من چی هست؟ نقطه ماکسیموم نسبی هست. حتی اگر جدول رو هم نکشه دقت کنید x نمیتونه یک دوم باشه، اگر x یک دوم متر باشه خب این یک دوم متر، این برم یک دوم متر رو هم میشه یه متر، یعنی در واقع اصلا هیچ ای نباید وجود داشته باشه. پس از همین موضوع هم متوجه میشیم که به ازای x مساوی با یک شیشم، یعنی می نویسید حتما x مساوی با یک شیشم، حد اکثر هشت ممکن رو ما داریم. سال بعدی وضعیت دوتا دایره رو نسبت به هم میخواد، دوتا معادله دایره به من داده و وضعیتش رو نسبت به هم میخواد. دقت کنید زمانی که میخواید وضعیت دوتا دایره رو نسبت به هم مشخص کنید، قدم اول اینه که بیاید خط المرکزه یا فاصله دوتا مرکز دایره رو به دست بیارید، قدم بعدی اینه که شعاع تک تکشون رو داشته باشید و بعد حالا اون خط المرکزه رو با جمع و تفریق شعاع‌ها مقایسه کنید. خب اینو میذارم دایره شماره یک، این دایره شماره دو. مرکز دایره شماره یک معادلش به صورت استاندارده، معادله استاندارد هست x منهای آلفا به توان دو به علاوه y منهای بتا به توان دو. آلفا و بتا چی هستن؟ مرکز دایره هستن، آلفا طولشه و بتا عرضشه. خب x منهای آلفا شده x به علاوه یک، یعنی آلفا من منفی یک بوده، y منهای بتا شده y منهای دو، یعنی بتا من دو بوده. توی معادله استاندارد این عبارت مساویه با r به توان دو، یعنی r یک من چند بوده؟ چه عددی به توان دو میشه یک؟ یک، یا جذر یک میشه یک. خب این معادله معادله گسترده دایره است. توی معادله گسترده دایره ضریب x رو میگیریم a، ضریب y رو میگیریم b، مرکز من میشه منفی a دوم. منفی a دوم میشه چی؟ میشه مثبت یک و عرضش هم میشه منفی b دوم. منفی b دوم میشه منفی 4 به روی 2 که میشه منفی 2. شا هم میشه یک دوم رادیکال a دو به علاوه b دو منهای 4 c، c همین هست، a دو میشه منفی 2 به توان 2 میشه 4 به علاوه b دو میشه 16 منهای 4 یکی 4، این با این میره جذر 16 4، 4 تقسیم بر 2 میشه 2. خب حالا اول باید بیایم فاصله دو تا مرکز رو پیدا کنیم، بخشت من جواد او دو میذاشتم، فاصله دو تا مرکز رو پیدا میکنیم. فاصله دو تا نقطه چی میشه؟ میشه اختلاف طول ها به توان 2 به علاوه اختلاف عرض ها به توان 2. اختلاف طول ها میشه 2 به توان 2 میشه 4 به علاوه اختلاف عرض ها میشه 4 به توان 2 هم میشه 16. جواب میشه رادیکال 20. خب اگر شعاع ها رو با هم جمع کنیم آر 1 به علاوه آر 2 میشه 3،
خب میدونیم رادیکال 20 از 3 چیه؟ بزرگتره. در نتیجه چون رادیکال 20 بزرگتر از آر 1 به علاوه آر 2، این دو تا دایره نسبت به هم چیان؟ متخارجن. حتما در انتها می‌نویسید در نتیجه دو دایره نسبت به هم متخارجن. سوال 15 گفته در یک بیضه افقی قطر طول بزرگ 8، طول قطر بزرگ، معذرت میخوام، 8، طول قطر کوچیک 6، فاصله کانونی رو از من میخواد، اف اف فریم رو از من میخواد که همون 2c هست. خب طول قطر بزرگ میشه 2a، 2a شده 8، پس a میشه 4. طول قطر کوچیک هست 2b، 2b شده 6، پس b هست 3. خب a و b رو دارم، میتونم c رو به دست بیارم. میدونیم c به توان 2 میشه a2 که 16، منهای b2 که 9 میشه 7. c2 شده 7، پس c میشه رادیکال 7. و از اینجا اف اف بیریم فاصله کانونی میشه 2 تا c، یعنی 2 تا رادیکال 7. سوال آخر گفته 3 تا ظرف یکسان داریم. ظرف اول شامل 5 تا مهره سبت، 4 تا آبی، ظرف دوم 7 تا سبت، 3 تا آبی، و ظرف سوم 6 تا سبز و 4 تا قرمز. میگه با چشم بسته یکی از ظرفا رو انتخاب میکنیم و یه مهره بیرون میاریم. با چه احتمالی این مهره آبیه؟ خب من اول باید بدونم کدوم ظرفم رو انتخاب میکنم و بعد احتمال آبی بودن به شرط اون ظرفه چقدره. پس من اگر بخوام پی آبی بودن مهره رو حساب کنم با بی نشونش میدم، میشه چی؟ میشه پی آبی بودن به شرط اینکه من ظرف اول رو انتخاب کنم با آ1 نمایشش میدم، ضرب در اینکه احتمال خود اینکه من ظرف آ1 رو انتخاب کنم، چون من اول باید ظرف رو انتخاب کنم و بعد برم سراغ اینکه حالا احتمال اینکه مهره آبی رو از اون ظرف انتخاب کنم چی میشه. به علاوه خب حالا میخوام برم سراغ اینکه اگر ظرف دوم انتخاب بشه و بعد احتمال آبی بودن به شرط ظرف دوم، میشه پی آ2، ظرف دوم رو میگیرم آ2، ضرب در پی بی به شرط آ2. به علاوه به همین ترتیب برای ظرف سوم دارم پی آ3، ضرب در پی بی به شرط آ3. احتمال اینکه هر کدوم از این ظرف رو انتخاب کنیم، 3 تا ظرف دارم، میخوام یکشو انتخاب کنم، میشه 1/3. پس پی بی میشه 1/3 ضرب در احتمال اینکه آبی رو از ظرف اول انتخاب کنم میشه 4 به روی 9. 4 تا آبی دارم از 9 تا مهره، 4/9. به علاوه احتمال اینکه دوباره ظرف دوم رو هم انتخاب بشه 1/3، و احتمال آبی بودن از ظرف دوم 3/10. به علاوه احتمال اینکه ظرف سوم هم انتخاب بشه 1/3، احتمال اینکه آبی از ظرف سوم انتخاب بشه 0. ما اصلا آبی تو ظرف سوم نداریم. خب کافیه اینا رو مخرج مشترک بگیریم، جمع کنیم، احتمال به دست میاد. حتما کانال ما رو به دوستاتون معرفی کنید تا اونا هم بتونن تو این زمان باقی مونده از این آموزش‌ها استفاده کنن. شاد و پیروز باشین.